تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. از فضل و لطف خداوند، همین که ما را آفرید و هدایت کرد و سر سفره وحی و قرآن و این مائده آسمانی نشوند، آیه به آیه تلاوت میشه. هر آیه چند دقیقه تفسیر روان و ساده و قطعی داریم. به جزء 20 سوره عنکبوت آیه 14 رسیدیم. بشنوید. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. آیه 15. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. در اول سوره عنکبوت فرمود که فکر میکنید هر که بگید ایمان دارید بدون امتحان ما میپذیریم؟ همه میگن ما دین داریم، بعد امتحان پیش بیاد ببینیم که راست میگه که دروغ. حالا نمونه هایی از چند تا پیغمبر نقل میکنه، از حضرت نوح، ابراهیم، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت هود، حضرت صالح، حضرت موسی، که اینها رو فرستادیم و مردم با اینها چه برخوردهایی کردن. داره امتحان های امت های قبل نقل میکنه که اینها چقدر بعد از آب در اومدن. بهترین افراد معصوم را با بهترین منطق و بهترین کتاب آسمانی فرستادین، اینها لجاجت و تعصب نابجا به خرج دادن. خب، ولقد ارسلنا نوحا الی قومه، اولین پیغمبر اولوالعزم از حضرت نوح بود، فرستادیم به سوی قومش. فلبث فیهم الف سنه الا 1000 سال، مگر 50 سال. این یه 1000 سال، الا 50، یعنی 1000 تا، 1000 تای واقعیه، یعنی 950 سال دقیق، چون اعداد گاهی بره مبالغه. مثلا تو قرآن 2 تا الف داریم، الف یعنی 1000، یه الفی که بره مبالغه. مثلا داریم که یود احدهم لو یعمر الف سنه، بعضی از یهودی‌ها دوست دارن 1000 سال زنده باشن. خب یکی میگه دوست دارن 1000 سال زنده باشن، نه یعنی دوست ندارن 2000 سال زنده باشن، یعنی تو عمر طولانی میخواد. 1000 سال یعنی عمر بسیار طولانی، حالا 1000 سال، 2000 سال، هرچی بیشتر بهتر. اونجا گاهی وقتا مثل که میگه آقا من 1000 دفعه به ای بگم گوش نمیده. این نمیخواد بگه یعنی اگر 1001 بار گفتم گوش بده، یعنی اگر 2000 برم بگم گوش نمیده، میخواد بگه لجبازه. بعضی عددها برای مبالغه، بعضی عددها دقیقه. اینجا مثلا میگه الف سنه الا 50، میخواد بگه عدد مبالغه اینی. هیچ پیغمبری اون مدت تبلیغش تو قرآن نیمده جز حضرت نوح. البته عمر حضرت نوح بیش از 950 سال، 950 سال فقط مسئول تبلیغ بود، مشغول تبلیغ بود، و این نشان دهنده مقاومت نوحه، نشان دهنده تعصب و لجاجت مردمه. ولی خب اینها گوش ندادن و بله، اگر طرف قابلیت نداشته باشه پیغمبر مثل نوح هم 950 تبلیغ بکنه گوش نمیده. خب، بعد فهمت فأخذ هم طوفان، خداوند اینها را گرفتار طوفان کرد، قهر خدا اینها را گرفت، در حالی که با هم ظالمون ظلم کردن. ظلمش چی بود؟ همین که استدلال پیغمبر را در مقابل استدلال لجبازی کردن. ظلم حتما چاوکشی نیست، دزدی نیست. کسی اگر منطق حق را نپذیرد ظلم کرده، به علم ظلم کرده، به وجدان ظلم کرده، به انبیا ظلم کرده، به سرنوشت خودش ظلم کرده. فانجیناه و اصحاب السفینه، اما ما حضرت نوح را با افرادی رو که سوار کشتی شدن اینها رو نجات دادیم. قصه ماجرای نوح و کشتی نوح در موارد دیگه آمده که خداوند گفت اصنع الفلک بعیوننا، زیر نظر خودمون شروع کن کشتی ساختن. حضرت نوح هم که کشتی میساخت هر گروه میمدن برن لبخند زدن و مسخره میکردن، میگفتن معلوم شد پیغمبرید گل نه که به نجاری افتادی. گاهی مثلش میگفتن که کشتی رو بغل دریا میسازن که هلش بدن بره تو دریا. آخه تو وسط کویر، وسط کویر تو ای بیابون کشتی میزازی، با چه وسیله کشتی میخوای تو آب بندازی؟ کو آب؟
غافل از این که از زمین و آسمان آب میجوشه و این کشتی رو آب قرار میگیره. ما نجات دادیم نوح را، اصحاب کشتی را نجات دادیم و او را برای همه جهانیان نشانه قرار دادیم، آیتن للعالمین. یعنی بعضی از افراد حوادث فوق زمان و مکان، آیتن للعالمین، برای یه منطقه برای یه گروه نیستن، آیتن للعالمین، برای همه جهانیان این آیه و نشانه شد. خب خود همین عمر طولانی یه آیه است. کشتی ساختن تو کویر و زیر آب رفتن همه زمین به امر خدا، اینا همه آیه الهی است. اگر خدا میگه ما نجات میدیم، معنیش اینه که ما تلاش نکنیم. خدا نوح را نجات داد، اما خود نوح هم شروع کرد کشتی ساختن. ای که خدا هم مشکل حل کنه، معنیش اینه که من تکونه بیشیدم کار نکنم. خدا میگه که ما انجینا، ما نجات دادیم، اما نجات خدا معنیش اینه که طرف بیکار بشینه، بیار بشینه. هر جا خدا میگه ما دادیم، یعنی شرطش تلاش انسان هم هست. خب این آیه 14 و 15 هم تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.